جانم قربان. جناب استاد چطور حالی که ما فردوسی رو داشتیم که کتاب فارسی اصیله، بله، ولی بعد از فردوسی هیچ کدوم از این شعرها و نویسنده ما و این فلاسفه که مثلا بعد به وجود اومدن هیچ کدوم در زبان فارسی کتابشون ننوشتن؟ علت چی بوده؟ منظورم از نظر زبان رسمی اون زمان نیست، چه چیزی در تفکر ایرانی ها بوده که به عربی نوشتن؟ که به عربی نوشتن. حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینید شما تا روزگار همین آقای چرچیل که کتابش هست میگه من رفتم دانشگاه، گفتن شما باید این لاتین صحبت کن، یعنی لاتین بدانی تا بتوانی وارد دانشگاه بشی. لاتین زبان علمی اروپاییان بوده تا 50-60 سال پیش، هنوزم خیلی مهمه لاتین، این زبان علمی بوده. ایرانی هم در واقع برای که بتوانن اینها با هم ارتباط برقرار کنن، یعنی ما ابن رشد داریم در مثلا اسپانیا یا ابن سینا داریم در ایران، اینها زبان عربی زبان علمیه. آثاری هم که ترجمه شده بود از یونانی و غیره به زبان عربی شده بود و عربی نویسی در زمینه علوم، البته بسیاری از دانشمندان ما زبان فارسی هم نوشتن، ابن سینا چند کار فارسی داره، ابو ریحان کار فارسی داره، ولی عمده کارهاشون رو مثل کتاب الهاوی و کتاب نمیدونم کتابای ابن سینا شفا و غیره و اینها، اینا به عربی نوشتن، تو زبان علمی زبان عربی بوده. ولی یک نکته هست، هر موقع اینها خواستن عواطف خودشونو بیان کنن به شعر فارسی کرد. حتی ابن سینا وقتی میخواد در واقع روح خودش رو بیان بکنه، حساسیتاشو شعر فارسیه، همش به زبان فارسی. ولی درست میفرمایید، این چون یک رسم و سنتی شده بود که به زبان عربی بنویسن تا روزگار همین روزگار عصر جدید قاجارها. عرض کنم که زمان مغول فکر نمی‌کنید اینطوری بوده؟ چون مغول‌ها که اومدن، مغول‌ها نه بله دین و مذهب و اینا زیاد نبودن، دوست. خیلی بیشتر شعر اینا. حالا عرض می‌کنم از مغول‌ها، ببینید این مغول‌ها خیلی صدمه زدن، اما یه فایده عمده‌ای هم داشتن. فایده عمده اینها این بوده که خلافت بغداد اگر این خلافت برداشته نمی‌شد امکان استقلال ایران نمی‌شد. این سایه معنوی خلافت بر سر ما بود. تا این مغول ها که اومدن این حساب ها رو نمیفهمیدن یعنی چی، اصلا دین یعنی چی. این است که هوشمندان ایرانی که اغلب شیعه بودن، مثل حاجی نصیر طوسی که الان شما با سنی ها صحبت کنید متعصبین وهابی لعنت میکنن به حاجی نصیر، چون حاجی نصیر کسی بوده که عالم شیعه بوده، تحریک کرده هولاکو رو که بریم بغداد رو بگیریم. بغداد که سقوط کرده یک زمینه برای در واقع رشد ناسیونالیسم و هویت ایرانی به وجود آمد. در این دوره مغول ها چند چیز رو باعث شدن، یکی این که هیچ تعصبی چون نداشتن، اقلیت ها حتی به وزارت رسیدن، یک سعدالدوله است که یهودی بوده وزیر شده خیلی هم مقام داشت. دیگر این که هنرها گسترش پیدا کرد، مثل کتاب نویسی، مثل هنر مینیاتور و هنرهای کاشیکاری، هنرهای ممنوع اسلامی در روزگار مغول گسترش پیدا کرد. به همین دلیل هم شعر در واقع از کیفیتش کم میشه به روزگار تیموری که میرسیم، به جهت اینکه یک دروازه دیگری برای ارائه هنر بوده. نجوم بسیار گسترش پیدا کرده، موسیقی به عنوان مثال، ما آخرین کسی که داریم که خیلی مهم هست در تئوری موسیقی ابو نصر فارابی است، مربوط است به روزگار عصر قرن سوم. نداریم چیزی تا بعد از مغول، دوره خواجه عبدالقادر غیبی مراغی رو داریم با دو کتاب بسیار مهم در زمینه موسیقی به نام مقاصد الالحان و جامع الالحان و صفی‌الدین ارموی هست در باب تئوری موسیقی، باز که چون مغول‌ها تعصب دین نداشتن، این خیلی خیلی مهم و خوب بوده برای ایران، بسیار خوب بوده. ضمن همون خرابی‌ها، حداقل جنبه مثبتش هم این بوده که اینها شروع کردن حتی حکمت عقلی که ممنوع شده بود، دوباره خواجه نصیر کلاس‌های درس تشکیل داده و شروع کرده حکمت ابن سینا و ارسطو رو تدریس کردن و فلسفه هم یک تکانی خورده. اما این ضربه مغول خیلی مهلک بوده در واقع و جامعه رو به راه انحطاط انداخته، وگرنه از این جهات خیلی خوب بوده که اینا باز شد و عرض کنم قضایا دوباره چیز شد، حکمت عقلی، مینیاتور، کاشیکاری، هنر. جانم می‌خواستم اضافه کنم که لشکر غالب زبانم غالب می‌کنه. بله بله، همینجوری شما الان نصف آفریقا انگلیسی حرف میزنه، نصف آفریقا فرانسه صحبت میکنه، بله. و بعد عرض کنم که با اینا که شما صحبت کنید اسمای بیچاره رو هم عوض کردن،
یه اسمای عجیبی، مثلا بشین اینجا برو اونجا اسم شده تو آفریقا، یعنی که اسم داشتن بیچاره انگلیسی ها. و میخوام قبل از اینکه صحبت شما رو جواب بدم این است که وظیفه اینا دو چیز بود. یکی این که این گروه های سپاهیان عرب که میامدن دو کار انجام بدن، یکی که جاسوسی بکنن و به خلیفه بگوین که چه خبر است، دو این که در واقع اسلام و آیین عربی رو، حالا پتروشفسکی میگه عربیزه کردن، اسلامیزه کردن انجام بدن. در هیچ کدومشون در ایران موفق نشدن به وجهی که میخواستن انجام بدن، چون این مردم ایستادن در مقابل این داستان و مبارزه کردن. تاریخ مبارزاتش تقریبا 3-4 قرن طول کشیده، با شمشیر با فرهنگ. این مبارزات جای دیگه دیده نشد، این دیگه اثر تعصب نیست. در مصر و سوریه و لبنان و که فینیقی های قدیم بوده اینا، شما اصلا مبارزات معنوی فرهنگی قهرامیز نمیبینید در مقابل عرب، در که در ایران بوده. جانم بفرم استاد، در مورد این جریان شیعه‌گری، بله، که در دورانی که شما توضیح دادی شیعه‌گری به عنوان یک نوع روشی که برای حفظ هویت ایرانی در عرض کردم، قربان عرض کردم، بله با اجازه من میشم، بله بله همینجوری. سوالی که من دارم این هست که در قرون متوالی بعد از اینکه این جنبش شروع شد، این مفهوم شیعه‌گری با اون چیزی که امروز هست حالت نهادینه پیدا کرده در ذهنیت و فرهنگ ایرانی، تکلیف من نه اینکه بخوام مثلا شما بخواهید باشید حل مسئله، بله بله خدمت، سوال هست که این نهادینه شدن این تفکر شیعه‌گری که روی فرهنگ ایران تاثیر داره و مردمان ایران این تفکر رو دارن، چجور میشه این رو شیعه زدائی کرد بدون اینکه بخواهید مثلا آیین مردم رو یا باورهای مردم رو به مبدأ مثل یزدان گرفت؟ بله. چگونه میشه از این چاه بیرون اومد؟ چاه خرافات منظورتون؟ چاه خرافات و چاه واقعی که الان وجود داره به جای دریا چه وجود داره بیرون اومد؟ بله خدمت شما عرض میکنم که تشیع در ایران از روزگار صفوی آغاز شده دوباره به صورت همه‌گیر، چون مردم ایران بسیار سنی بودن. در منطقه خراسان و سبزوار و نیشابور و اینا سربداران حکومت‌های شیعه تشکیل داده بودن قبل از این ماجرا. بعد که صفویان آمدن اینها در واقع بنیاد سیاست رو بر شیعه‌گری گذاشتن، ولی به این شیوه امروز نبود. وقتی که دولت دینی شد شروع کردن آمدن، حتی آخوندهای سنی از منطقه لبنان و جبل عامل، ما خیلی عاملی داریم در روزگار صفوی، اینها از اون منطقه بودن آمدن و دکان داغ شد و اینها نفوذ پیدا کردن. متاسفانه هر چیزی که تفکر غالب شد و در مقابلش نقد و بررسی نبود حتما منحط میشه و همراهش همه چیز رو به انحطاط میبره. این شیعه‌گری که در روزگار شاه سلطان حسین آمده و ما نمونه هاش رو کتاب بهار الانوار و مهر قلقلوب و زاد المعاد که واقعا مضحک و خنده آوره که به چه درجه ای از خرافات و مهملات رسیده بوده، ابتدا اینجور نبوده. اما در روزگار قدیم شیعیان یک چیز میگفتن، اهل تسنن یک چیز میگفتن، بنابراین اینها همدیگر رو سعی میکردن که حرف معقول تری زده بشه، کما که در پیشگاه قوانین مغول اینها می آمدن و مباحث انجام می شد. یکی می گفت که آقا من می خواهم دین جریه قبول کنم، عرض می شود که چون مغولان دینی نداشتن، علمای شیعه این سو، علمای سنی این سو، بحث می کردن با هم، سعی می کردن بحثشون منطقی باشه. بنابراین نقد هم دیگه می کردن. همین کتاب فضائح الروافض در نقد شیعه است، عکسش هم نوشته شده، کتاب النقص، ایراد اهل تسنن رو میگه. اما زمانی که شیعه شد قدرت مطلق و شکم سنی ها رو پاره کردن و علمای سنی رو کشتن، هیچ کسی که نمیتونست در مقابل شیعه بایسته. اینه که هر چی شد گفت. همین آقای مجلسی میگه 1,000,000 حدیث جمع آوری کرده نوشته اونجا، یک چیزایی که اصلا در تاریخ سابقه نداره. مثلا میگوید که